سلام دانش آموزای عزیز، امید که شاد و سرزنده باشین. آماده درس هستین؟ خب، مضمونتان بیولوژی هست، یک مضمون جدید در صنف هفتتان. خب، شما میفهمین بیولوژی موضوع بحثش چی است؟ در مورد چی به ما معلومات میتن؟ خب، بیولوژی از دو کلمه ساخته شده، بیو به معنای زنده، لوژی به معنای علم، یعنی علمی که در مورد موجودات زنده به ما معلومات میده. خب، بیولوژی به ما در مورد نباتات یا حیوانات معلومات داده میتونه؟ بله میتونه، به خاطر که موجود زنده است. خب، در مورد خاک به ما معلومات داده میتونه؟ نه خیر، به خاطر از اینکه موجود زنده نیست. خب، در تصویر سعی کنین چیزایی که مربوط بیولوژی میشن، میشه شما نام بگیرین؟ خب، من نام میگیرم آب، ابر. درست گفتم؟ نه خیر، این درخت هایی که شما بینین و این سبزه هایی که دیده میشه، موضوع بحث چی است؟ بیولوژی است. چرا؟ به خاطر از که اینا موجودات زنده هستن. خب، یک سوال دیگه میکنم، آب از چی ساخته شده؟ شما میفهمین؟ درخت از چی ساخته شده؟ خب، به خاطر از اینکه بتونیم این سوال جواب بدیم، ما براتون دو تصویر آوردیم. اگر بخوایم جواب بدیم که آب از چی ساخته شده، چی میگیم؟ میگیم از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن ساخته شده. اینا با هم یک مولکول ساختن، یا به عبارت یک ذره را ساختن. این ذره باز عین ذره های دیگر رابطه برقرار کرده و در نتیجه چی ساخته شده؟ آب. اما این موضوع بحث بیولوژی نیست. خب، اگر بگویم درخت از ذره های کوچک ساخته شده، درست گفتیم؟ بله، از ذره های کوچک ساخته شده. اما این ذره های کوچک به نام چی یاد میکنن؟ به نام سل یا حجره. ببینین، این یک حجره است، حجره ای که در درخت پیدا میشه، یا به عبارت یک ذره خیلی کوچک از درخت. خب، داخل از این ذره شما میبینین ساختمان‌های زیادی وجود داره، مثلا هسته، مثلا اندوپلازمیک رتیکولوم، مثلا فاکیول، مثلا میتوکاندریا و ساختمان‌های دیگه. خب، به نظرتون این ساختمان‌ها چی فایده دارن؟ یعنی وظیفه ای را انجام میتن؟ بله، وقتی که یکقدر ساختمان های پیچیده باشه، پس حتما یک وظیفه ای را انجام میدن. خب، به نظرتون یک درخت از یک حجره ساخته شده، از یک ذره ساخته شده؟ نه. خب، این ذره ها که همی حجرات هستن، پهلوی همدیگه قرار میگیرن، تعداد خیلی زیادش، چندین حجره پهلوی هم قرار میگیرن تا یک ساختمانی را به نام درخت بسازن. خب، درخت چی کارا رو انجام میده؟ درخت مثلا حال بهار است، شکوفه میکنه، برگ میکنه، کلان میشه. خب، اینمی وظایف در درخت چی انجام میدن؟ اینمی وظایف در درخت حجراتش انجام میده، یعنی اینمی حجره انجام میده. کدام قسمتش انجام میده؟ اینمی ساختمانایی که در داخل حجره وجود داره. خب، حالا میریم تعریف حجره را تصحیح میکنیم چی هست. حجره یا سل، خب میگه واحد ساختمانی. چرا واحد میگه؟ خب گفتم یک ذره از یک
موجود زنده گفته میشه حجره. ساختمان چرا گفته مینمی حجرات هستن که پهلوی همدیگه قرار میگیرن و یک ساختمان جور میکنن، یک ساختمان موجود زنده، مثلا درخت، مثلا گل، مثلا حیوانات، مثلا انسان ها. و وظیفوی چرا میگم؟ بخاطر از اینکه دیشتر گفته مثلا درخت شکوفه میکنه، درخت برگ میکنه، درخت بزرگ میشه. خب تمام از اینا اینمی وظایفه چی انجام میده؟ حجره. به همون خاطر ما میگم که حجره واحد ساختمانی و وظیفوی موجود زنده هست. خب رسیدیم به آخر درس امروز. چند سوال در ذهنتان داشته باشین یا همیالم فکر کنین اگر جواب دادتان سن. خب به نظرتان حجره را کی کشف کرده؟ آیا حجره را ما با چشم خود دیده میتونیم؟ یک ذره خیلی کوچک است. حجرات تمام موجودات زنده با هم مشابه هستند؟ ما پیشتر مثلا درخت گفتیم، در درخت شکوفه میکنه، درخت شکوفه میکنه، درخت برگ میکنه، بزرگ میشه. خب این حال امی حجرات که در درخت وجود داره در بدن ما و شما هم عین حجره وجود دارن؟ سوال بعدی، حجرات از کجا به وجود میاین یا حجرات چه قسم به وجود میاین؟ خب اگر این سوالا را آل جواب دادن نتونستین، درسای بعدی را تحقیق میکنیم و به این سوالا جواب میدیم. شما هم سوال دارین؟ فکر کنین روی سوالتان و کتابتان را بخونین و جلسات بعدی را تحقیق کنین تا اینکه به اون سوالا جواب پیدا کنین. خدا نگهدارتان، وقت خوش داشته باشین.